از دار شخصی داره میخواد چند همین دوتا کاری که در اول میکنم این ادامه بدم، شعر گفتن و نوشتن آثار طنزآمیز. اینا به من لذت میده، این از دار شخصی. برای اینکه حالا خانوادم مستقلن، بچه هم مستقلن، برایشون بد نیست، من به من هم نیازی ندارن. من از دارم هم با این زندگی که در واقع در اشل درویشانه حرکت میکنه خوب کردیم و خیلی هم خوبه، هیچ گله‌ای نداره. از لحاظ اجتماعی بسیار متاسفم، برای اینکه اتفاقاتی در جامعه من میفته که بیمه جنگ داخلی است، بیمه تجزیه کشور هست، بیمه جنگ های مسخره‌ای هست که تحمیل میشه برای کشور ما و ناکارآمدی حکومت ها. این دغدغه من هست و از یه سو هم هر روز با خوشحالی کوچکترین خبری که راجع به اینکه مردم، ملت ما، یه دختر یه پسر آمده یه کاری کرده. همین امروز من داشتم نگاه میکنم تو فضای مجازی، یه دختری آمده مثلا توی داستان شاهنواره هم به اسپانیایی گفته هم به انگلیسی گفته، توی جمعی و مثلا سفیر چیز شده، سول شده با این. خب این دختر 17 ساله وقتی این کار میکنه در شرایط دشوار، خدا خوشحال میشه. حالا این از اینها فراوان که جایزه هایی که تو سینما میبرن، تو تئاتر میبرن، تو ادبیات میبرن، تو میدانه ورزشی میبرن، اینا همه کاری است که مردم میکنن و من به اونا خیلی کنجکاوم. یعنی قصه من از عملکرد حکومت ها یه چیزه، ولی این که معمولا میبینم مردم ما هنوز زنده هستن، فعال هستن و زندگی روزمرشون میگذارنن، اونم یه چیز دیگه است و این برای من دغدغه های من کمتر میکنه. یعنی من خوشحالم که ماندم تو این مملکت و در پناه این مردم هستم و این مردم از لحاظ ذهنی و روحی به همه ماها کمک میکنن که ما بتوانیم کار خودمون انجام بدیم. عشق بلاشه رو من نمیدم مقصود سوال کننده چی بوده، ولی عشق بدون معشوق شاید معنیش این باشه. این یک مسئله خیلی مهم قابل بحثه. یعنی سعدی میگه که تنگ چشمان نظر به میوه کنن، یعنی وقتی عاشق میشن میخوان زود به وصال برسن، دنبال نتیجه هستن. میگه تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانیم. به کل باغ توجه داره، به عشق توجه داره، به مهرورزی، به خود مهرورزی توجه داره. عاشق عاشقیه. خب این محله خیلی بالاییه، هر کسی هم به این محله نمیرسه. یه مناعت طبعیت چیزی استغنا میخواد که مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولوی برسه به یه چیزی که عاشق عشق بشه، نه فقط معشوق خواست. بعد سعدی دوباره میگه که سعدی ها با یار عشق آسان بود. خب یه یاری از تو عاشقش هست، این که کار مهمی نیست. عشق باز اکنون که یار از دست رفت. هنوز تو باید عاشقیت داشته باشی، ولی این که یارت حالا گاشه رفته یا مرده یا حالا هر چی، یا اصلا رها کرده توره. اون انرژی انسانی عاشقانه خودت حفظ کن. این اون چیزی که برای من به معنی عشق معنی داره. در قدیم یه چیزی بوده، عشق بدون عقل هم در واقع مثل دوستی خاله خرس است دیگه.
حتما بعد پشت هر چی یه عقلانیتی وجود داشته باشه. من یه نفر دوست داشته باشم ولی اصلا بهش ضرر بزنم، بخوام این چه دوستی، یا مثلا بخوام برای اون سلطه پیدا کنم، یا اصلا اون مال خودم بدنم. مثلا کسانی که عاشق میشن میخوان معشوق در از جسمی و روحی تحت تصاحب اینا باشن. خب این احمقانه است دیگه، این بردگی، این که عشق نیست. ولی یارو فکر میکنه عاشقه. عشق ارتباط انسانی مستقل بین دو جنس مختلف است که هر دو در شرایط مساوی به این رابطه نگاه میکنن. این هنوز تو جامعه ما یک کمی جا داره که بحث بشه. وقتی که شاعر میگه معشوق من اینجوره، من دوستش دارم، اول خودش میگه، بعد میگه اون معشوق منه، یعنی اون متصل میگه خودش، خواهی اصلا چیز غیر انسانیه. معشوقم یه آدمی هست مثل تو در اندازه های تو و با هویت و شخصیت تو، جفتی به هم دیگه ارتباطی دارید. این که اون معشوق منه یعنی چی مثلا؟ مگه اون ملک مغازه است چیه؟ این تلقی عوض بد بشه. هنوز تو شعر ما و تو ادبیات ما این قضایا عوض نشده. حقیقت همون زیباییه. در واقع هیچ حقیقتی نیست که زیبا نباشه. مثلا بخشش یه حقیقت، یه زیبایی هم هست. ولی همین بخشش اگر شما زیباییش از بین ببرید، یعنی یه کلمی به کسی میکنید بر تبلیغات کنید و آگهی هم بدید روز ما، این دیگه اون زیبایی از بین میره، اون حقیقت به ضد خودش تبدیل میشه. درست موقعی کلم شما اهمیت داره که شما پنهانی اون کمک بکنی و هیچ جا ازش صحبت نکنی و اینو خود وظیفه خودت بدانی و بعدم فراموش کنی و توقع نداشته باشی. خب این یه شرایطی داره دیگه. و من زیبایی گاهی به این چیزها منجر میشه، فقط زیبایی به معنی زیبا و خوشگل و اینا نیست، بلکه زیبایی یعنی یک نوع تناسب و اعتدال و یک نوع هماهنگی عالی توی ذهن آدمیزاد. اگر کسی جواب داد که مرگ چیه، من به راحتی به زندگی چیه پاسخ خواهم داد. زندگی اون چیزی که ما زندگی میکنیم و تا موقعی که ما زنده هستیم و زندگی میکنیم، زندگی مهمترین چیزی که ما داده شده. البته آن رمالو یه جمله داره میگه که زندگی هیچ ارزشی ندارد، اما هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد. منم به این قضیه معتقدم که زندگی ما بین تولد و مرگ ما امتداد داره. ما باید این از به خود زندگی اهمیت بدیم. شغل و ثروت و قدرت و ثروت و اینا همه چیزاست اضافه شده برای این قضیه. همونجوری که درخت رشد میکنه و بعد پیر میشه، یه آهو متولد میشه، بزرگ میشه، جفت‌جویی میکنه، بعد میمیره، ما همین روند مثل طبیعت طی بکنیم. ما هیچگاه نباید فراموش کنیم که اون چی که اصل است زندگی کردنه، بقیه چیزا فرع اینه. من که میام زندگی خودم وقف پول در آوردن میکنم، من در واقع برده اون پولم، من دیگه زندگی نکردم. برای شهرت هم همینه. مثلا من میام مشهورترین آدم ایران هم بشن، خب که چی مثلا؟ تو زندگی ظریف خودت از دست دادی و این نابود کردی، همه تو رو میشناسن، خب بشناسن. تو اگه خوب زندگی میکردی و زندگی رضایت داشتی، اگر میرشتن که البته شما زندگی کنی، چون گاهی اصلا نمیزن زندگی کنه و اون زندگی رو محدود میکنه. ولی به نظر من زیباترین چیز زندگی روزانه است. یه عده میگن زندگی روزمره بده، من معتقدم زندگی روزمره بسیار هم چیز خوبیه. همینی که ما دور هم جمع شدیم الان اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، این که زیباترین چیزهای دنیاست. این که حالا این نتیجه داره کار ما، نتیجه نداره، سودی داره، زیان داره، من معلومات زیاد میشه، شما معلومات کاسته میشه، اینا دیگه چیز فزاده. این که ما میتونیم به عنوان انسانهایی با مهربانی دور هم جمع بشیم و با یه تفاهمی سخن بگیم
ولو اینکه یه جایی هم مخالف باشیم با هم دیگه اصلا مهم نیست. ما با وجود تفاوت‌های خودمان باید به تفاهم برسیم، یعنی همه ما باید مشخصات خودمون رو حفظ کنیم اما با دیگری بتوانیم گفتگو بکنیم. این تو زندگی روزمره خیلی کم داره میشه و برای زندگی یعنی یه فلسفه افلاطون یه طرف، شما که با خانمتان میشینید دم باغچه عصر یه چای میخورید و صحبت میکنید و بچهاتون دور براتون هستن، اونم همونقدر ارزش داره. اینجوری نیست که اون خیلی مهم باشه این بی ارزش باشه. اشتباه ما در اینه که ما فکر میکنیم این بی ارزشه اون خیلی با ارزشه. نه، اونم خوبه سر جای خودش، کسی که منکر فلسفه افلاطون نیست، ولی اینم یه امر کمیابیه که آدم ایزاد بدانه در شرایط خوب و سالم با خانواده خودش در یه محیطی بشینه چای بخوره و راضی باشه از زندگیش. یه بار من از مهدی صحابی پرسیدم که این کسان تو 6 بار خارجی، فرانسه 6 بار اینجایی، کجا ها راحتی؟ نگفتم خوشبختی، کجا راحتی؟ اصلا اون کسانی که رفتن خارج از کشور اونا خوشبختن یا ما که در این بدبختی هستیم؟ گفت که ما بدبختیم، اونا هم خوشبخت نیستن. خیلی حرف دقیقیه. واقعا خوشبختی یه چیزی بیرون از آدم نیست، خوشبختی و رضایت در درون آدمه. تو باید ذهنت فعال باشه، نو اندیش باشی، نو نگر باشی، مبتکر باشی، عاقل باشی، انسان خوبی باشی. این رضایت خود به خود خوشبختی توش تو به وجود میاد. برای اینکه زندگیت هدر نداری و بیهوده نکنی، تو بیای ستم بکنی، مال مردم بچابی، غارت کنی، این به خوشبختی نمیرسه. چون خوشبختی چی نیست که من بهش برسی، چیزی بیرون از آدم نیست، در ما هست اون جهان رضایت بخش، ما در بیرون طلب میکنیم. حماقت های بشری که تمامی نداره، بشر میدانه که نباید این میزان سباییت و خشونت و ستم چیز کنه ولی ادامه میده. این برای من تجاوره که چگونه اینا سیر نمیشن از سلطه بر جهان، سیر نمیشن از جنگ افروزی، سیر نمیشن از این، برای من خیلی تجاوره. خب همه میگن خانواده دیگه، در درجه اول طبیعتا منم از همه تبعیت میکنم. خانواده به من خیلی نزدیکم، نه به دلیل اینکه خانواده ما یه خانواده هستیم، به دلیل اینکه ما با هم هم فکر هستیم. یعنی فرهنگ اون حلقه ارتباط دهنده ماست، وگرنه ماها خب آدم های کاملی که نیستیم، آدم های ناقصی هستیم، اما اون فرهنگ میتوانه ما رو به طرف کمال حرکت بده. و من بعد دوستان فرهنگی در طول زندگی نزدیکترین آدم ها به من بودن. من همیشه دوست داشتم با آدم های باهوش و به ویژه اهل هنر و ادب در ارتباط باشم و الان هم دیگه تقریبا انقدر با اونا رفت آمد که هم گشتم و بعد از اونا یاد گرفتم، الان دیگه قادر نیستم حرف های یومیه رو بزنم. یعنی مثلا یه جای از صحبت زمین و ملک میشه و این حرفا، من اونجا میشینم برای اینکه اصلا من قادر به این قضیه، حالا مثلا من دکتر اقتصاد دارم بعد اوستای اون کار باشن دیگه، اصلا ساکت میگم. بعد مگر اینکه راجع به یه مسئله فرهنگی، یه مسئله ادبی صحبت بشه، بعد دارم بلبل زبانی هم من میکنم، ولی در بقیه موارد من تقریبا وارد هیچ گونه گفتگویی راجع به چیزی غیر از عرصه مسائل جدی فکری نمیشم. و عرضه کمی هم بده ها، برای اینکه مردم با آدم با مانی آدم متکبر یا اینکه خوش گرفته، در که اصلا اینجوری نیست. خب من دیگه بلد نیستم دیگه مثلا راجع به مسائل روزمره صحبت کنم. مثلا الان چغندر گران شده، نم خیار ارزان شده، این حرفا آخرش چی میشه، ما این دلار رفت بالا چی میشه. خب من چرا اصلا من نمیدونم به این چیزا فکر کنم، در حالی که درسش خواندم مسئلهش هم تشخیص میدم، اما
اصلا نمیخوام وارد این ماجرا بشم. من یه زندگی در جوانی اختیار کردم که به ادبیات ببرزم. بعدها شک کردم که این وقتی تو 16 ساله هستی میگه من میخوام شاعر و نویسنده بشم، 16 ساله چه عقلی عقلش میرسه؟ تو اصلا به چه این هدف انتخاب کردی؟ بعد 20 ساله شدم، رفتم دانشگاه و فلان، درس خواندم، میخواستم قاضی بشم، اقتصاددان بشم، بعد روزنامه‌نگار بشم اینا. در نهایت رسیدم به اونجا که اون فکری که در 16 سالگی به ذهن من اومده اتفاقا درست بوده و من جز این نمیتوانستم راه دیگه برم. حالا شاید ناخودآگاه من چنین تشخیصی داده که من این استعداد دارم، خوشحالم که این راه ادامه بدارم. البته من مثل اون آدمایی نیستم که ازش میپرسن اگر دوباره متولد بشی آیا به همین راه خواهی رفت. نه، مثلا شاید من دوباره متولد بشم، مثلا دوست دارم که یه میلیاردر باشم که با کشتی تفریحی این بار برم. این خیلی بیشتر بهم لذت میده تا این وضعیتی که دارم. به مرگ برام ترسناک نیست، پایان اتفاقی یه زندگی است که اون زندگی هم به طور اتفاقی شروع شده، به طور اتفاقی متولد میشیم و به طور اتفاقی هم میمیریم. اگر این فاصله بین زندگی و مرگ یک کمی با رضایت گذرانده باشیم، تقریبا دیگه ترس ما از اینکه نباشیم کم میشه. اما همیشه یه دلخوری، نه اینکه ترس، یه دلخوری وجود داره که بنده وفات کردن، دوستان میان عرق میخورن، مهمانی میرن، عیش عشرت میکنن، من نیستم. این خیلی از این رقه دلخورم، ولی به جز این قضیه نه مشکل خاصی که ندارم. آره، حالا اینه من دیگه توضیح بدم. من خب به عنوان هنرمند بیشتر تو عالم تخیل هستم تا تو عالم واقعی. اما یه بار یه روانکاوی که دوست من هست یه تعارفی به من کرد، با اون تعارف جدی گرفتم. تعارف گفت که تو در این حالی که خیلی خیال پرداز هستی خیلی هم واقع بین هستی و این جفتی با هم جور نمیشه هیچ وقت که یه آدمی اینقدر عملگرا باشه و مدیریت کنه زندگیشه یا بتوانه از مهالک جان سالم بدر بره و در این حال تو تخیل و توی عوالم خودش باشه. شاید این در من باشه که من این دو نیم کره مغز من مثل خانم‌ها که دو نیم کرهشون با هم ارتباط داره و تقریبا در یک تعادلی هست، بالا من در اون تعادل هست. یعنی در این حال که آدم احساساتی هستم، آدم عقلانی هستم. خب اگه من احساساتی نبودم که نمی‌تونستم شعر بگم، ولی در این حال یک عقلانیتی داره که این احساسات کنترل میکنه که این تبدیل به هیجان‌های قلابی نشه. همیشه پشت تمام ایدئال‌های من یه مقدار عقلانی هست و این ترکیب این دوتا با هم دیگه ایجاد حالت خوشایندی در من میکنه. این شانسی داشتم که هر چی دلم خواسته نوشتم، خیلی نوشتم. یعنی مثلا من هزارها صفحه چیزی نوشتم که بخشی از اینها چاپ کردم، چون من نزدیک 60 سال دارم همینجور می نویسم دیگه و جز این کار دیگه نمی کنم. و تقریبا راجع به بسیار از این مطالبی که در خدمتتون صحبت کردیم، مثلا من مقاله نوشتم، یادداشت نوشتم، توضیح دادم، تحلیل دادم، سوال کردم، برای خیلیشم جواب ندارم، برای چیزام جواب دارم، برای چه مسئله برام هست هنوز دارم راجعش فکر میکنم. و معتقدم که ما باید اسناد و مدارکی از خودمان به جا بذاریم برای اینکه به دیگری کمک کنه، اون یه ذره بهتر از ما زندگی کنه. نه، شاید اگر در 15 سالگی یه نفر من میبرد میداشت تو فرانسه، من الان در خدمتشون نبودم. ولی من تقریبا از نیمه عمر که گذشت اینقدر به این آفتاب، به این هوا، به این مردم، به این فرهنگ، به این چیزا وابسته شدم که هیچ جای دیگه نمیتونم باشم. خب گاهی شده که مثلا من 6 ماه لندن پلوی دخترم ماندم. در تمام اون 6 ماه
نه اینکه حالا بیتابی کنن برای وطن از این چه حرفای سوزاک، نه، اما همیشه فکر کردم که چقدر تو خانه خودم راحتم در ایران و این خانه همیشه مورد هجومه، ولی با این همه من فکر میکنم که ارزش داره که من نفس مردم رو حس کنم و این یه امر نامرئیه که حمایت میکنه از آدم. من تقریبا به همه‌ش هم میگم دنبال این کار نرید، این یه کار دشواریه. اونایی که گوش میدن که خب سعادتمند میشن، ولی اونایی که گوش نمیدن میرن. ببینید این باید شما جنون این کار داشته باشید یا ناگزیر از این کار باشید و نمیشه با به خاطر شهرت یا ثروت یا موفقیت تو بیای تو ادبیات تو شعر. یک کار مثلا شما 50 سال شعر میگی ممکنه کار چاپ نشه، چاپ بشه بخونن نخونن، بخونن نفهمن، بفهمن تازه به شعر بخوره که چی. مثلا تو اگر اون کار دوست داری انجام میدی و بعد ناگزیر از گفتن و نوشتن باشی. من به جوانی مثلا من الان نزدیک 16 هزار یا بیشتر اصلا تو ایران شعر، کتاب شعر دارن، کتاب داستان دارن، اینا توشان 20 نفر میمانن، بقیه از این الک میفتن پایین. من میگم اون که از الک میفته پایین چه حالی داره؟ آیا نمیگه من زندگیم تباه شده؟ آیا نمیگه من چرا این کاری کردم؟ حتما میپرسه، میگه. و من برای اونا نگرانم. اینه که هر کسی از من بخواد بگه میگم میخوام شعر بگم، حتی شعرش هم خوب باشه، میگم که اگر یه شغل دیگه‌ای در نظر داری اون من ترجیح میدم، برای اینکه این کار کاری است که دشواره و نتیجه توش خیلی کمه. یعنی شما وقتی میخواد پزشک بشید میرید درس بخونید پزشک میشید، ولی شما نمیاید تصمیم بگیرید شاعر بشید و شاعر بشید، اصلا امکان نداره. بعد قریحه داشته باشید، بعد یه عمر کار کنید، تازه وقتی قریحه داشتی و یه عمرم زحمت کشی ممکن اصلا به حساب نیاد. مثلا دیگه هیچ کی از حالا از زهی معیری بازم صحبت میشه، ولی مثلا از آقای معیر ثابتی یا از فرخ مثلا چیز کی صحبت میکنه؟ در که اونم شاعرن دیگه، اونم همینقدر زحمت کشون، همینقدر عاشق بودن، اما خب نتوانستن میان دیگه. مولوی هم خیلی خیلی قشنگ میگه، میگه صد هزاران بینوا پامال گشت تا یکی چون احمد غزال گشت. یه نفر احمد غزالی میشه، اون صد هزار نفر نزدیک احمد غزالی، ولی هیچی نمیشن، به حساب نمیان. من همیشه نگرانم برای اینه که توصیه نمیکنم، میگم که ببین این که اون احمد غزالی شده و بقیه نشدن، این به این سادگی نیست، یه چی پیچیده ایه و بهتره که دنبال کاری آبرومند باشه آدم.